سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. در دنیای پیشرفته امروزه نگران چه هستید؟ نوارهای ویدیویی خود مطلقاً نگران نباشید. نما استودیو با قیمت مناسب کلیه نوارهای صدا و تصویری شما را به صورت دیجیتال بر روی هارد درایو یا فلاش درایو برده تا در تلفن همراه و کامپیوتر به راحتی تماشا کنید. نوارهایی چون VHS Hi-8, Mini DV, DV-CAM, Beta-CAM, 3/4 و نوارهای صدا و صفحات گرمافون. نما استودیو مرکزی پیشرفته و مورد اطمینان با بیش از 40 سال سابقه در ایران، اروپا و آمریکا. 818-705-2011. نما استودیو، کلینیک برای نوارهای صدا و تصویری. اخبار اقتصادی ایران و جهان. بنابر آخرین گزارش، با پرداخت 79 دلار در سال و دریافت یک شماره تلفن مخصوص از هر نقطه ایران می توانید مستقیما نامحدود بدون گرفتن پیش شماره با کشورهای آمریکا، کانادا و اروپا تماس تلفنی برقرار کنید. برای اطلاع از جزئیات این خبر می توانید در آمریکا با تلفن 1-800-267-1350 و در اروپا با کاستومر سرویس ما در انگلستان 0203-608-4800 Magic Till تماس حاصل نمایید. Magic Till، یکی از معتبرترین مراکز ارتباط تلفنی در جهان. Magic Till. همینان عزیز، سلام عرض کردم شما که در سراسر کالیفرنیا هر جایی که زندگی میکنید، برای اخذ وام منزل، آپارتمان و تجاری به ما زنگ بزنید. ما اگر حتی اگر شما جاهای دیگه هم قبولتون نکردن، ما سعی میکنیم شما رو اوکی بکنیم. زنگ بزنید، در خدمتتون هستیم. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15. 818-344-5050 818-377-31. از شبکه جهانی تلویزیون پا. دیدی ای دل که خزان با گل و گلزار چه کرد؟ تیغ طوفان بلا با گل بیخار چه کرد؟ شعله شمع به آرامی و مظلومی سوخت، داغ آن با دل پروانه بیار چه کرد؟ مطلع شدیم بانو ثروت امرائی وزین، خواهر محترم سرهنگ هوشنگ وزین، دار فانی را ودا گفتند. مصیبت وارده را به خانواده های امرائی، وزین، هاشمی، شجره و کلیه دوستان و آشنایان صمیمانه تسلیت می‌گوییم. روحشان شاد و یادشان گرامی. تلویزیون پارس. یک وکیل، یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده، از کنار خود داشته باشید. تلفن
844-688-9740. با درود، بیژن شارخی هستم در نورت وست فاینانشال نتورک. با 32 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی و تجاری در ایالت کالیفرنیا و فقط کالیفرنیا، امروز خدمت رسیدم که چند خبر خوب از بازار وام‌های مسکونی خدمتتون ارائه بدم. خبر خوب اول این که نرخ‌های بهره پایین اومده و در بعضی از موارد به 4% و زیر 4% رسیده و بهترین موقع است برای تغییر نرخ‌های بالا و گرفتن پول روی املاک. خبر خوب بعدی این که لیمیت وام‌های کانفورمینگ تا 726,525 دلار افزایش یافته. و خبرهای خوب بعد این که کماکان ما عرضه کننده وام‌های بدون اوراق مالیاتی و ریورس مورگج هستیم که برای افراد 62 سال به بالاست. و خبر خیلی خوب بعدی این که ما کماکان هزینه ارزیابی ملک شما رو می‌پردازیم. لطفاً برای مشاوره و اطلاع از وام‌ها و نرخ‌های بهره با تلفن آسان 818-437-4370 با من هفت روز هفته میتونید تماس بگیرید. متشکرم. آژانس شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز دوشنبه 28 آگست 2023 میلادی برابر است با ششم شهریور ماه سال 1402 خورشیدی. مهدی یراحی، خواننده حامی اعتراضات سراسری ایران، امروز دوشنبه ششم شهریور ماه به دستور دادستان تهران بازداشت شد. بازداشت مهدی یراحی دو روز بعد از تشکیل پرونده قضایی برای او از سوی قوه قضاییه ایران صورت گرفته است. خبرگزاری میزان روز چهارم شهریور ماه گزارش کرده بود که برای مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز، به دلیل انتشار ترانه روسری تو پرونده قضایی تشکیل شده و برخورد مقتضی قضایی با او صورت خواهد گرفت. این خواننده معترض بعد از تهدید قوه قضاییه در توییتی نوشته بود: گریه نکن، من کابوس این قاضیم، صدای ایزه باشیم و پیوسته از سالگرد قتل مهسا امینی بگوییم. مهدی یراحی شامگاه سوم شهریور ماه ترانه تازه خود با عنوان روسری تو را در پلتفرم های مختلف مجازی منتشر کرد. این موزیک ویدیو به زنان ایران که در خط مقدم جنبش زن زندگی آزادی می درخشند تقدیم شده و یکی از ده ها ترانه اعتراضی است که مهدی یراحی تا کنون خوانده است. این خواننده اهل خوزستان پیش از این هم دو ترانه با نام های سرود زن و سرود زندگی در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته منتشر کرد. در پی موج جدید فشار بر دانشگاه‌های ایران برای تغییر کادر
آموزشی و ورود چهره‌های سرشناس حکومتی، محمد رضا عارف از مقامات سرشناس جمهوری اسلامی که عضو هیئت جذب دانشگاه صنعتی شریف است، از سمت خود به اعتراض کناره‌گیری کرد. محمد رضا عارف که معاون ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده و همینک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است، در حالی امروز دوشنبه از سمت خود کناره‌گیری کرده که به نوشته برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دولتی ایسنا و روزنامه دنیای اقتصاد، این استعفا در اعتراض به حکم اخراج علی شریفی زارچی، یک عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های تهران صورت گرفته است. برخی اساتید و شوراهای دانشجوی ایران روز شنبه 4 شهریور ماه از اخراج و تعلیق شماری از اساتید دانشگاه‌های شریف، تهران و طباطبایی خبر دادند. علی شریفی زارچی عضو هیئت علمی بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف تهران هم در پیامی نوشت که نامه اخراجش از دانشگاه را دریافت کرده است. علی شریفی زارچی از اساتید دانشگاه نزدیک به حکومت ایران در سالهای قبل بود که در پی اعتراضات سال گذشته با دانشجویان معترض همراهی کرد و حتی از سوی دستگاه‌های امنیتی احضار شد. به هفته گذشته از حرکت مخفیانه حکومت ایران برای جذب چند هزار نیروی جدید حکومتی به عنوان اساتید دانشگاه خبر داده بود. دو روز پیش وی از دانشگاه شریف اخراج شد. کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران یک شنبه 5 شهریور ماه با صدور بیانیه‌ای نسبت به مداخله مخرب نهادهای دولتی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حوزه آموزش و دانشگاه‌ها هشدار داد. از سوی دیگر، همزمان با موج گسترده اخراج اساتید منتقد جمهوری اسلامی از دانشگاه‌ها و در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی، شماری از نیروهای وابسته به حکومت به عنوان استاد جایگزین اساتید اخراجی شدند. سایت مدارا روز یک شنبه از یک چهره جدید حکومتی برای تدریس در دانشگاه‌های معتبر ایران رونمایی کرد و نوشت سجاد صفارخرندی، فرزند محمد حسین صفارخرندی، وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد، به عنوان استاد راهی دانشگاه صنعتی شریف شده است. اعتراضات بازنشستگان مخابرات که ماه‌هاست ادامه دارد، روز دوشنبه 6 شهریور ماه دست کم در 16 استان ایران جریان داشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران دوشنبه 6 شهریور ماه با انتشار گزارش‌های تصویری از تداوم اعتراضات بازنشستگان شرکت مخابرات ایران دست کم در استان‌های لرستان، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، هرمزگان، مازندران، کردستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، گلستان، اصفهان، بارس، خراسان رضوی، گیلان و خوزستان خبر داد. بنا به این گزارش، این بازنشستگان معترض با درخواست رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آیین‌نامه استخدامی مصوب سال 1389 و رفع نشدن مشکلات بیمه درمانی به طور هفتگی مقابل شرکت مخابرات تجمع می‌کنند. بازنشستگان شرکت مخابرات خواهان اجرای آیین‌نامه استخدامی کارکنان از زمان خصوصی سازی شرکت مخابرات و پرداخت کامل موافقات بعد از 13 سال هستند. این تجمعات که به صورت هفتگی برگزار می شود، دوشنبه های اعتراضی نام گرفته است. در ادامه سیاست سرکوب خانواده‌های دادخواه، اعضای خانواده حنانه کیا از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شدند. روز گذشته وحید کیا پدر، معصومه آذری مادر، هلیا کیا خواهر و امیر کیا نامزد حنانه بازداشت شدند. هنوز از نهاد بازداشت کننده و محل بازداشت این خانواده دادخواه خبری در دست نیست. حنانه کیا کجوری دختر 22 ساله‌ای بود که در جریان اعتراضات سال گذشته با اصابت گلوله نیروهای سرکوب به پهلویش در نوشهر کشته شد. در خبر دیگر، غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک ایران که همکنون به فرانسه سفر کرده، هدف یک شکایت قضایی دو انجمن غیر دولتی فرانسوی و سوئدی به اتهام شکنجه و جنایت علیه بشریت قرار گرفت. شاکیان اعلام کردند که او در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز ایران و شکنجه معترضان نقش داشته است.
بر اساس برخی عکس ها و فیلم های منتشر شده، یک زن جوان در شیراز خودکشی کرد. از او که در این شبکه ها به نام دختر شیراز نام برده می شود، اطلاعات زیادی منتشر نشده است. این واقعه موجب خشم بسیاری در فضای مجازی شده و برخی مشخصا نقش حکومت را در این رویداد مورد تایید قرار دادند. بر اساس تصاویر دریافتی، زنی جوان بر فراز یک مرکز تجاری مجتمع نگین شیراز بدون حجاب اجباری و در حالی که موهای خود را از پشت بسته ایستاده و بعد از مدتی خود را به پایین پرتاب کرد. برخی افراد حاضر در محل واقعه به صورت زنده این رویداد را در اینستاگرام پخش کردند. همچنین لحظاتی بعد از خودکشی این زن جوان، حاضران شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. هنوز هویت این زن جوان مشخص نشده، اما سرپرست دادسرای جنایی و جرایم امنیتی شیراز در گفتگو با خبرگزاری قوه قضاییه مدعی شد که ابعاد ماجرا در دست بررسی است. این فرد بعد از اقدام به پریدن از یکی از طبقات مجتمع تجاری با تلاش گروه فوریت‌های پزشکی حاضر در محل خوشبختانه از مرگ نجات یافته است و جهت انجام اقدامات پزشکی تکمیلی به یکی از مراکز درمانی استان اعزام شده است. درباره انگیزه این زن جوان برای خودکشی گزارش های ضد و نقیضی منتشر شده. در فضای مجازی گفته شده که ماموران ساعتی قبل به او درباره حجاب اجباری هشدار داده بودند. در این بین خبرگزاری فارس و میزان که نزدیک به حکومت هستند مدعی شدند که او خانومی 41 ساله است و به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده است. بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل زائران ایرانی در استان واسط عراق، 4 شهروند ایرانی که همگی زن هستند جان خود را از دست دادند. یک مقام مسئول در سفارت ایران در عراق روز دوشنبه با اعلام این خبر به ایران گفت که در این حادثه 16 زائر ایرانی هم زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند. به نوشته ایرنا، یک شهروند عراقی هم در جریان این رویداد جان خود را از دست داده است. زائران ایرانی حامل این اتوبوس همگی اهل مشهد در استان خراسان رضوی بودند. روز گذشته هم در پی سانحه رانندگی در شهر ناصریه واقع در جنوب عراق 7 تن از جمله 4 ایرانی مشهور شدند. برنامه کنشمن در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. سا
صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. ایران یک دیپلمات سوئیسی را به دلیل آنچه به نظر می‌رسد توقیف یک محموله نفت خام ایران از توی آمریکاست احضار کرد. این مطلب را ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد. یک کشتی حامل نفت ایران ماها در آب‌های تگزاس لنگر انداخته بود و به نظر می‌رسد محموله نفت آن اکنون در هیوستن است. اظهارات کنعانی تاکید می‌کند که محموله نفت کشتی از ایران است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر گفته بود که درآمدهای قاچاق نفت ایران از جمله صرف پشتیبانی از اقدامات نیروی قدس واحد برون‌مرزی سپاه پاسداران می‌شود. نیروی قدس، سپاه پاسداران و کل سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارند. در پی دیدار نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با خانواده جمشید شارمهد، زندانی ایرانی آلمانی، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اعتراض به این موضوع خواستار توضیح آمریکا در این باره شد. شارمهد پیش از ربوده شدن از سوی حکومت ایران ساکن آمریکا بوده است. کنعانی روز دوشنبه 6 شهریور ماه در یک نشست خبری بار دیگر شارمهد را به تروریست متهم کرد و گفت که او در دادگاه‌های جمهوری اسلامی در این زمینه محکوم شده است. حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شده است. شارمهد 67 ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، مرداد سال 99 در سفری از آلمان به هند بعد از یک توقف 3 روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. شهبانو فرح پهلوی با انتشار پیامی در گذشت ابراهیم گلستان را تسلیت گفت. او در این پیام نوشت: با کمال تأسف از درگذشت ابراهیم گلستان آگاه شدم. شادوان ابراهیم گلستان نویسنده و کارگردان توانا بود و در سیر تحولات ادبی و هنری و شکوفایی و گسترش سینمای ایران نقش موثری داشت. شهبانو فرح پهلوی افزود: ابراهیم گلستان آنچه را در دهه‌های اخیر بر ایران می‌گذشت تاب نمی‌آورد و دور از ایران در جغرافیای دیگری می‌زیست. اما در این سالها که من هم با او در تماس بودم، بیشتر از همیشه در فرهنگ و هنر و ادب ایران خانه داشت. او در پایان درگذشت این نویسنده و هنرمند را به همسر ابراهیم گلستان، خانواده گلستان و همه دوستداران هنر ایران تسلیت گفت. میترا حجازی پور قهرمان سابق شطرنج ایران به مقام قهرمانی رقابت‌های شطرنج فرانسه دست یافت. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، خانم حجازی پور در فینال مسابقات شطرنج قهرمانی این کشور خانم دمونت کورنت را شکست داده و به مقام قهرمانی رسید. میترا حجازی پور استاد بزرگ شطرنج ایران بود که سال 1398 از ایران مهاجرت کرد. او بعد از مهاجرت به فرانسه در صفحه اینستاگرام رسمی خود نوشت: زندگی من تحت سلطه حجاب اجباری بود. او در این متن زندگی زنان ورزشکار ایرانی زیر فشار حجاب اجباری و اسلامی را نمونه بارزی از تبدیل شدن زن به جنس دوم دانسته و گفته بود که دیگر نمی‌خواهد به این تحمیل پاسخ مثبت بدهد.
سه عضو کنگره ایالات متحده با سفری کوتاه به منطقه‌ای در شمال غرب سوریه خواستار ادامه اعمال فشار بر دولت بشار اسد شدند. آسوشیتد پرس در گزارش خود نوشت فرنچ هیل عضو مجلس نمایندگان از ایالت آرکانزاس، اسکات فیتزجرالد از ایالت ویسکانسین و بن کلاین از ایالت ویرجینیا در سفری حدود یک ساعته از گذرگاه مرزی بابورسلام وارد منطقه شمالی استان حلب شدند که این سفر نخستین سفر قانونگذاران آمریکایی به سوریه در 6 سال اخیر محسوب می شود. هر سه آنها عضو حزب جمهوری‌خواه، حزب مخالف دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا هستند. این منطقه تحت کنترل مخالفان بشار اسد قرار دارد. فرنچ هیل به آسوشیتد پرس گفت هدف او کارزاری است که دولت آمریکا و متحدان در خاورمیانه را وادار کند که به اعمال فشار بر دولت بشار اسد و حمایت از گروه‌های مخالف ادامه بدهند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. وزیر آموزش فرانسه گفته است که بر اساس قانونی تازه دانش آموزان دختر از پوشیدن عبایه، ردای گشاد و تمام قد که برخی از زنان مسلمان در مدارس دولتی فرانسه استفاده می کنند منع خواهند شد. این قانون به محض شروع سال تحصیلی تازه در 4 سپتامبر اعمال خواهد شد. فرانسه قانون ممنوعیت شدید استفاده از نشانهای مذهبی در مدارس دولتی و ادارات دولتی را دارد و استدلال می کند که استفاده از این نشانها و پوشش ها نقض قوانین سکولار این کشور است.
پوشیدن روسری از سال 2004 در مدارس دولتی فرانسه ممنوع شده است. صدها تن از ساکنان و گردشگران تابستانی شهر اوریاک در جنوب فرانسه روز شنبه در حمایت از زنی به نام مارینا که به دلیل قدم زدن با بالاتانه برهنه به دلیل گرما تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است دست به راهپیمایی زدند. شماری از این مردان و زنان معترض که بالاتانه خود را برهنه ساخته بودند با تجمع در برابر دادگاه شهر شعارهایی در پشتیبانی از حق زنان برای رفت آمد با بالاتنه برهنه سر دادند. حادثه مورد بحث روز چهارشنبه هفته گذشته زمانی رخ داد که جشنواره سالانه تئاتر و هنر خیابانی اوریاک با حضور هزاران بازدید کننده در حال برگزاری بود. مقامات فرانسه میگویند تجمع روز شنبه در حمایت از این زن هرچند در ابتدا به صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد، با این حال بعد از آنکه برخی از معترضان پرچم‌های فرانسه را آتش زدند و شروع به شکستن و سوزاندن برخی اموال اتاق انتظار دادگاه کردند به خشونت کشیده شد. سرانجام در پی حضور شهردار سوسیالیست شهر در جمع معترضان آرامش به جمع بازگشت. به گفت که از هدف این زن حمایت میکند، با این حال او نسبت به خسارات وارد شده توسط برخی از معترضان ابراز نارضایتی کرد و غارت اموال دادگاه را غیر قابل قبول و خدشه‌دار کننده وجهه جمهوری و جشنواره در حال برگزاری خواند. وی به تلویزیون بی ام اف فرانسه گفت برابری بین زن و مرد یک اصل است و طبق آن زنان باید اجازه داشته باشند سینه‌های خود را مانند مردان نمایش بدهند. مدافعان حقوق زنان در فرانسه بر این باورند که زنان باید بتوانند مانند مردان با بالاتنه برهنه در سواحل حضور یابند. به گفته آنها سینه‌های زنان اندام جنسی محسوب نمی‌شود. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای سپهر. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم. شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات. دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند. انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است. دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. تصادف برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت ریل ویز به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن ریل ویز تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است. شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن جیل ویز برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037
تماس گرفته و یا از وبسایت glviz.com دیدن کنید. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون‌های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس‌های glviz دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های glviz از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. جیل تاک تنها اپلیکیشن تلفنی است که یک شماره تلفن آمریکا و یا کانادا را در اختیار شما می‌گذارد تا دوستانتان بتوانند از هر کجای دنیا با شما تماس بگیرند. شما هم می توانید با ارزان ترین قیمت با هر کشوری در دنیا ارتباط برقرار کنید. آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، مالزی و ده‌ها کشور دیگر در جهان فقط 1 سنت در دقیقه. ترکیه، رومانی، نیوزلند و ژاپن فقط 2 سنت در دقیقه. نرخ تماس با باقی کشورها را می توانید در قسمت ریت چکر جیل تاک پیدا کنید. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به glviz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرم‌ها در هر کجای جهان. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های glviz در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته glviz برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. glviz، پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت glviz به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن glviz تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است. شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن glviz برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glviz.com دیدن کنید. خط تماس با تلفن‌های منزل و موبایل در تمامی شهرهای ایران می‌توانید.